تو این آموزش میخوام در مورد ونیشینگ پوینت صحبت بکنم ساختش در فتوشاپ انتقالش به افتر فکس و قابلیت فایل های وی پی ای. <متصفيق> اول بریم ببینیم که اصلا ونیشینگ پوینت برامون چیکار میکنه به این عکس دقت بکنید راحت ما میتونیم ابعاد دورش رو به نرم افزار بفهمونیم و بعد میتونیم هر عکسی رو جایگزینش بکنیم و یا اینکه اون رو در نوسر افتر به شکل صحیح و تریدی داشته باشیم. نکته اصلی هم آموزش همینجا هستش خب حالا برای انجامش من یک بار دیگه این عکس رو لود می‌کنم در نرم افزار به عنوان یک لایه جدید. خب کافیه که به قسمت فیلتر ها برم و روی ونیشینگ پوینت کلیک بکنم. به این قسمت دقت بکنید کریت پلین تول با شورتکات C. این قسمت این قسمت این چهار کنج سطح اولمون رو به این شکل انتخاب میکنیم اگه انتخابتون انتخاب درستی باشه گیریدها به رنگ آبی در میاد دوباره این ابزار رو انتخاب میکنیم و این رو به این سمت میبریم خب موضوعی که وجود داره اینه که خب الان یه سطح پرسپکتیوی برای ما شناسایی شده اما اشتباهه که باید این رو شما بگیرید دوباره ببرید بالا در جای درست خودش قرار بدید و حتما هم این باید به رنگ آبی در بیاد. اگر این به رنگ آبی در نیاد کار شما انجام نمیشه خب تا به اینجا اوکی خب من روی این کانتکست منو میزنم و اکسپورت فور افتر میزنم و یک نامی براش ذخیره میکنم این وی پی ای همون ونیشینگ پوینت هستش خب دقت کنید من همینجا به این کارم هم اوکی میزنم و این کارم هم ثبت میشه البته بعدا میتونید شما یه عکس و تصویر دیگه هم به این شکل بیارید که اونم اتوماتیک خودش رو در این فضا قرار میده خب دیگه با نرم افزار فتوشاپ کاری نداریم به نرم افزار افتر میدیم میریم یا راست کلیک کنید روی پراجکت پنلتون در بخش ایمپورت ونیشینگ پوینت رو انتخاب بکنید یا از طریق منوی فایل دوباره به ایمپورت و ونیشینگ پوینت رو انتخاب بکنید آدرس بکنید همین مسیر رو این فایل رو برای نرم افزار باز بکنید خب همونطور که میبینید به مضی که این فایل باز میشه یه کامپوزیشن بهت میده دوتا تا لایه بهت میده خب من میرم داخل این ببینم چه اتفاقی افتاده یه کمرا خودش برای من ساخته یک لایه که اینو میتونه برای من پرنت بکنه در واقع این دوتا تا وجه رو اومده شناخته برای من پرنتش کرده خب این نال کارش اینه که اینو بتونم کنترل کنم خب یه مقدار اینو میارم اینورتر تا اینجا اوکی حالا دکمه سی رو میزنم چون دوربینم دارم دکمه سی کارش اینه که روتیت بتونه بکنه به این شکل من خیلی راحت الان میتونم با اینکه این عکس من یک عکس دو بعدی بوده تو فتوشاپ ظرف 20 ثانیه تونستیم ونشین پوینتش رو استخراج بکنیم و توی نرم افزار افتر فکس به این شکل خیلی راحت ما میتونیم این بعد رو براش تعریف بکنیم یه کار خیلی آسون که شاید خیلیاتون اگه بخواید به این حالا یه بدین به این شکل میتونید انیمیتش بکنید تا به اینجا بیارید نکته خیلی خوب این که میتونیم اولا اینها رو از حالت پرنت خارج بکنیم اینا دیگه میشه سواد افتر شما خب این نال رو من میارم توی این نقطه میذارم و دوباره میگیم که شما دوتا تا شو بین حالا وقتی من با دکمه سی کار میکنم میبینم که کار روتیت من خیلی آسان تر شده و اینجوری دردسر کمتری هم خواهم کشید خب حالا همطور که میبینید ما از یک عکس دو بودی ظرف سی ثانیه تونستیم تو فتوشاپ یک فایل ونیشینگ پوینت بسازیم و در افتر فقط با زدن شورتکات سی یا همون کمرا تونستیم خیلی راحت این رو انیمیت بکنیم به این حالت اگر بخوایم این کار رو ما توسط پلاگین المنتری دیام بکنیم خیلی خوبه خیلی اوکیه ولی این کار وقتی دستتون را بیفته کلا شاید از ابتدا تا انتهاش و حتی انیمیت کردنش 5 دقیقه بیشتر از شما زمان نبره ولی اگه بخواید درگیر المنتری دی بشید خب این ماجرا خیلی پیچیده تر میشه و کلی باید داستان دیگه بهش اضافه بشه هرچند ما المنتری دی رو خیلی دوستش داریم و 5 ساعت و 24 دقیقه تو دوره پلاگینا در موردش صحبت کردیم اما الان داریم راجع به یک روش دیگه ای صحبت می خیلی وقتا حتما نباید بدیم سراغ بهترین پلاگین برای انجام اون کار باید دید که اون کار ما با چه پلاگینی انجام میشه و نتیجهش قابل قبول میشه که با این حرکت کاملا ما یک نتیجه قابل قبول خواهیم داشت امیدوارم دوستان عزیز الان با آشنایی به ونشینگ پوینت و انتقالش به افتر فکس تونسته باشید ایده های بیشتری هم به ذهنتون بیاد مخصوصا جایی که با ساختمون با جعبه با باکس با حالا مواردی که قابل تشخیص پرسپکتیوش برای نرم افزار بتونید این کار رو درست و حرفه ای انجام بدید ممنونم که وقتتون رو هم تا پایان این آموزش در اختیار من گذاشتید من سویل شریفی هستم روز شبتون خوش و خدا نگهدار